با عرض سلام و احترامات فراوان خدمت تمام بینندگان عزیز، بالخصوص علاقمندان برنامه خنده های گریه دار. ببینید من امیال دیده را ایستم، برنامه شروع شده، از برای خدا شما روزم جگر کن هستین. خیر است که مو دیگ بخارتان یا دیگ امشبتان انفجار کرد. خوب شد که سرتان بخیر گذاشت، در آینده احتیاط کنید. واردار واردار رو چی داره الله و دیگر است که پای که پای خود اصلا شروع تیش شده. الله الله، با کی سر توشک پای ما الله. دوستو عزیز، نگوین که استایل زدی یا خدای نخواسته خدای نخواسته اف کوی شده من تیمکی شدی. ای عینکه یک کسی از دندان برای بیبیشین روی کده او با من گفت تو بگیری در برنامه استفاده بکن، اگه سنگین مالم شد باز من میپوشو. خب گپ اول برنامه رو با هم ببینیم. جای نرین، ما هم دیم بغلقه هستم. خب بیاگر میشه بر ما بگویی که تظاهراتان به خاطر چی است؟ شما این تظاهرات به خاطر چی را اندازی کنید؟ ما خواستم لبن تروچای شهر کابل هستم. بله بله. و این تظاهرات ما تظاهرات مسالمت آمیز هستم. بسیار نشته کن که تظاهرات چون مسالمت آمیز هستم. مسالمت آمیز هستم. مسالمت آمیز هستم. بله بله. نشتش کن. خب به هر صورت میشه که از این جریان رو تظاهرات ما تصویر برداری کنیم؟ تصویر بگیرن صاحب، صدای ما رو به گوش مسئولین برسونید. ما لبنیات خارجی را نمیخوایم. زنده باشید. لبنیات وطنی را میخواهیم، ماست وطنی میخواهیم، چکه وطنی میخواهیم، دوغ وطنی میخواهیم. خیر باشه، خیر باشه. بیادرها گوش کنین، تظاهرات ما و شما تظاهرات مسالمت آمیز است. ما و شما میخواهیم که این لبنیات وطنی خود را تقویت کنیم. کوشش کنین که اخلالگر در بینتان جای نگیره صاحب. صحیح؟ ما و شما از اینجا شروع الا وزارت تجارت. موسای وطنی میخواهیم، موس خمرهی میخواهیم، موس فوکی نمیخواهیم، موس گوای چاگیهی، موس گوای پرمان، موس گوای شبکی، موس دالمان گوای وطنی، چرمن دمان گوای خالیجی، موس تولیدات وطنی، تو چرا این گپ زدی ها؟ تو میخوایی که مظاهره ما را سیاسی بسازی؟ چی را گفته؟ نه حالا این تظاهرات به اسرائیل به ماسای وطنی چی؟ کی گفته؟ اسرائیل به شیر وطنی چی؟ هر چیز هم میخوری حالا ما را میگی؟ نه اسرائیل به گپ تظاهرات مسالمت آمیز ما چی؟ از کدام تعیین الفیصل گرفتی ها؟ کی را میگی؟ از کدام تعیین الفیصل گرفتی بگو؟ فکرتا بگی؟ نه بخیت چی؟ دانو دماغتا میده کنم؟ نمیتونی؟ دانو دماغتا میده کنم؟ ها؟ ها؟ دانو دماغتا؟ ما خو یک چیز را متوجه شدم که در ابتدا اول در تظاهرات ما شما پیادرهای کلان بود، ماسپروش ها بودن، دخان ها بودن، مگرم کلگی فرار کرد. علت فرار ما میفهمم که نمی دشمن در بین ما شما رخ نکرد.
که ما میگم پوز از زیره که بگیرم گو پرانم خدا کلان دیدی پشت کاک که دبایل ما دیدی خدا خیر باشه ما میگم هر چیزی که داری که تو خود بنیامین میتنی او بگو ما که باز یک روز میفرم اینجا لب رئیس اتحادیه ماست فروش های شهر کابل به خاطر از اینکه کدام مشکل ایجاد نشه امروز ما شما تظاهرات خدا به اینجا به پایان برسانیم خیر باشه تا دیدار بعدی خدا حافظ ناصرتان بره بالایتان به خدا همبدنان عزیز السلام علیکم لطفا توجه کنین به خبرهای خجالتی امشب به نام خدا سرلین اخبار تلفات روزانه در شهر کابل به 140 آدم 13 خر جوان 15 گوسفند 40 سگ و 80 پشک خانگی رسیده است عده‌ای از جوانان کتابهایشان را به فروش رسانیده و پول آن را پنج بوکس خمه و شاخ بز خریدند و وسایط نظامی افغانستان مال بی صاحب شده است تفصیل اخبار قرار اطلاعات رسیده تلفات روزانه در شهر کابل به 140 آدم 13 خر جوان 15 گوسفند 40 سگ و 80 پشک خانگی رسیده است این تلفات ناشی از تیزچلانی و بی‌توجهی رانندگان وسایط نقلیه می باشد که موترهای رنجری اردو و پلیس ملی در رأس آنها قرار دارد و روزانه تعداد از آدمها و حیوانات را این عبور از سرک تلف می کنند قابل ذکر است که بیشترین تلفات ناشی از تیزچلانی درایوران را آدم‌ها با داشتن 140 مرده و 220 زخمی و کمترین تلفات را خرهای جوان با داشتن 13 مرده و 8 زخمی دارا می باشند. همدانای عزیز، با امید از اینکه خیلی خندی و بی‌تفاوتی از این ملک کم شود، بیاین سر اصل گم. همه مردم می دانند که بی احتیاطی و تیزچلانی درایوران در شهر کابل از حد گذشته و روزانه ده ها نفر را زده و زخمی می زند. و فامیل هایشان به غم میشنند حتی حیوانات بیچاره را از همین سبب یک کورس گادیوانی و خردوانی ساخته شده تا آن عده دریورانی که مزاکت های موتردوانی و قانون ترافیک را مراعت نمی کنند اول باید گادیوانی و خردوانی را یاد بگیرند باز سر جلو موتر بشینند شامرزا دلتنگ شهر کابل سرک شهر عده‌ای از جوانان مکتب کتاب‌هایشان را فروخته و پول آن را پنج بوکس قمه و شاخ بز خریدند. زمانی که از آنها در مورد پرسیده شد، جواب دادند که در کشور ما نسبت به اشخاص با علم، بدمعاشان خوبتر احترام شده و زودتر صاحب زندگی و بلدنگ می شوند. فلهذا ما هم خواستیم که صاحب زندگی شویم و این کار را با در نظر داشت کار بزرگان انجام دادیم. هموطنان عزیز با امید از اینکه طفلا و نوجوانای ما از کلانای ما کار خوب یاد بگیرن میاین سر اصل گم قسمی که شما مشاهده میکنین تعدادی از جوانای ما ترجیح میتن که کتابهایشان را بفروشن و به عوضش بوکس پنجه و تفنگچه و ایگپا را بخرن شاید شما اینها را ملامت کنین اما ما میگم که یا ملامت نیستن اینها از کلانای ما یاد گرفتن میگن خربوزه از خربوزه رنگ میگیره شامرزا دلتنگ شهر کابل
وطنم میخوری ویلواره. اما خانه وطن خراب میکنی گواره. واش که به زکولا وای زودین گلی نگفتم از پیشم نزنن کل شک یک دفعه خوردم دفعتا سر از همون تاثیر کرد. دوستای عزیز رسیدیم با تماشای گپ دوم. آن رسیم. من باید اینمی اینه که بکشم که شما بخیر با من نظر هستید که شما خوب مرا ببینین من خوب شما را ببینم. اینمی یک قطعه عکس هست که اینه بیبی ناز برای من داده. بباشید که چه خیلی گپی بیبی ها زیاد شد. بیبی ها زیاد قابل احترام هستن. بله خود مادر که الان احترام داری خوب میگینیم بسیار کار خوب بسیار. باز یک جایزه از بودجی برنامه خنده های گریزا برای جور میکنم. درست است؟ تنکیو. ببینین این یک عکس است که بیبی ناز برای من داده. گفته که اینمی شوهرم است در سن 85. فکر بگه سنش 85 است. این رفته بدخشان نه تلفنش معلومه. تلفن خودم گل کرد. یعنی دو هفته میشه که گم است. گفته که اینمی عکس نشان بده به شرطی که صورتش نشان ندید. این رقم گفت یک راز از قدیم بین ما و شوهر ماست که باید عکسی شده شد. در هر جایی که آقای ناز اینمی عکس ها میبینه و خودش میفهمه لطفا که بیبی ناز تماس بگیره از طریق برنامه خنده های گریه‌دار این اعلان تیر شد. دوستان عزیز من فکر میکنم که بسیار بیقرار و بیصبر میخواین که گپ دوم برنامه خنده های گریه‌دار را ببینین. بیاین که با هم ببینیم. با همین میکنم که برین سر ریزه گوله ببرین و لاشی کمره بیارین. چون هم تال میتین؟ داشم تال جناب. بابا امی حال فورا چند نفر تان میرین امو زن خارجی که در کلینیک قریه زنهای قریه را تداوی میکنه او را برای من نکاح کنین و بیارین. عالی جناب او کافر است. نکاح مسلمان کت کافر نمیشه. عالی جناب عالی جناب کجاستم؟ آقا در شفای خانه هستی؟ تو از جانت خبر داشتی؟ ده دانه گلی را نوش جان کرده بودی؟ آقا فضل خداوند میده تا شست و شو کردین جور شدی؟ آقا به فضل خدا خوب شدین؟ شما میتونین خانه برین؟ من پایوازایتان را میخوایم. من خدا بخشیده نمیتونم. کاش که من را هیچ نمیاوردن. من را میده و شست و شوی نمیکنن که میبود. خود با من کدم که برین ریزا گوله لان کنید. آبا
چیز به یادم میاد. من خودم عمل کردم که بره دکتر خارجی رو برم نکاح کنه. فرای بی عقل من رفتن. ساز گرفتن. خلافره گفتم برین علال کنید بکشید. خدا کنه که مردم من کش نباشن. و طرف مردم ها قریه چی رقم سای خواد کنم. ابو دکتر صدا کنید بگو بیاید برای یک دک لیفونک پیچکاری کن که جای در جای شد. شما دار باشد مریضتان شفا یافت میتونیم ببینه مریضتان. راست میگی دکتر صاحب. کوپا بابا. بابا جان. بچه برای نه خدا میبخشم نه من خدا بخشیدم ایتانم بچه اما چیز به یادم آمد که من خودم عمر کردم که برید ریزه گل علال کنید میبیتانه بچه وقت میشتم کنیش نگردن من شد سر دکتره بگید باید پیچکاری کنه که بابا برو بچه خدا نکنه بابا جان خوب شد پاره جناب جور شد اگه نیچی هم رای سر شده بگیم ازاد رزنگل یادم بیاد آره جناب ملک رزنگل زنده چی؟ بله، رضا گل زنده است. بابا چشم دیدم که رضا گل علال کرده. کلش کارهای الکساندر بود، دالی جناب. بیت بلای هست بیار. آلی جناب، او کار کار الکساندر است. انتر، منتر، چوف، رضا گل، بیا. آلی جناب. کاری بگر، من صدای کشیدیم. صدا نشونه دیده دیده اومده بیبی من چه کارو شنو بی من گریانو میام خندی جوانا من نفس رو مکشیدی از پیشت خواست مذرت مخوایم بخشیده ایمت چرا تو سایی داری؟ جا بزر شکر که جور میبینم زنده باشه خواستم که از پیش مزرعت بخوایی کوره به مرگ مالو فامیده بودم که یه نقه داوره تو خوردی فامیدی؟ ما فامیدم تو از خواب از دست دادی شکر که آلی جور هستی او دکتر خارجی را که نکا کردیم چل شد دکتر خارجی حاضر کنه سید سوی برو پنه چک ذره دورستان شوه میشیده از پیش مای نبی کنال اشتباه شده دکیم شکر شازاده واره بزن دارم از پیش ما اشتباه شد بخشیش باشم از اون ترین فرصت دست دجالت نخوره طلاقت چرا خنده میکنی؟ جناب آلی، اینمی کار کار الکساندر است، ای از نگاهبانان قصد است الکساندر بسیار جان تشکر بسیار جان تشکر
ببینید گروه با مرگ از سانوان هم بس بخواهیش سانوان سر سانوان سر پس برن آبایی آمده ها بباید بنده باشن سانوان بسیار از پیشتان تشکری بکنم از پیشتان بسیار تشکری بکنم والا من خواهم اگر پا فامیدم که سارالوار صاحب و الکساندر ای امرای سرچپه را که من کدام که برین دکتر کلینیک خارجی را خریه را بر من کار کنین برین خدای نخواستن این زنگل حلال کنین برین از پای مردم را بکشین نفران را بکشین ای امرای را که من کدام خواست از این بود که من از لقل بگاره شده بودم دوا سرم تاثیر کرده بودی که اومکه که شما امرام ببراهیم کردید بسیار از پیشتان تشکر میکنم در اداره، در ارگان، در پادشاهی که اینه باید یک مشاور بسیار بیدار باشه اینه تون فایده داره اگر من خود تمام بودم زن دستم میرم مردم از پیشم خفه من از پیشتان بسیار زیاد تشکر حال ساعت با کلی خوب است میخواهیم که پس در دربار برم در باغچه برم بره شما من لباس هاشه بپشم رو بینم ما بیاییم آراست بره جناب برای سکر کمی لباس هایتو بیارم جناب آلی امی الکساندر از کجا کردی یه آدم هوشیار مشاور خوبه لارتی کار کنم موش نگودام نمی کنم بسیار دلم خوی تاخت از کجا کنی از پل یک پل سعی خریدی از بازار بوش از دیگه پیدام نمیشن واقعا پیدام نمیشن بیار بی پیدام بالا می جامدن که بر شما خون بتن و همچنان یک ذره مشکلات هم دارن که رکتان حال در جریان نگذارن بشنم مشکلاتشان هم بشنم خدا مارم رو دوباره داد خدای دکتران رو خیر بکن الهی آلی جناب خوب شد که شفا یافتین ما یک مشکلات داریم مشکلات ما این است که سرک ما را مدت 10 سال میشه که تخریب کرده و تانوز هیچ جور نکرده و مردی ما همیشه خواب میخوره راست بگه راست تشکر بگو مشکلت آلی جناب ما مشکل داریم مشکل ما همی است که ما پدرکم اول پاش مایوب نبود کلگی دولت همسایا برش کمک میکرد آلی که پدر من رو من پرانده ایچ کس با ما کمک نمیکنه و فامیل تعداد فامیل ما 10 نفر است یاداشت کن سارا ورسد یاداشت کن که بگیر سر اکسازی پرچک سازی قلعه بالا را سبب به شما بخواید که بقید شکر بکنم بابا چی مشکل داری؟ آلی جناب ما یک شکایه داریم دکتر قریه مشتکار کلش از سنت کده کلش گذک کده دواش کلش پاکستانی بدل است هیچ بدرد نمیخوره از این خبر دارم بچه سیاسر ها آمده بودن از مکروبی بودن کلینیک خبر دارم سیاسر ها کلش همی مشکلات هم برای من گفتن خب بازم به شما مدیر صاحب سه اونم خواستم که تزوام گم زدم مدیر صاحب سه تو قلعه بالا را دورم بخواهیم به شما برده با قلعه بالا خاطرتان همه تو جمع باشه فکرتان باشه که سبا و تمام این مسئولی ده میخوایم مشکلات تا را در جریان بگذارم از شان پرسان خواهد کنم
خوب بابا شکر که خوب شدی بخیر. اگر تو ما را نصیحت میکردی دیگه مردم را نصیحت میکردی که دوا را خود سرانه نخوری. دفعه خودت اینه دوا را خود سرانه خوردی. وام یکی نه دوتا نه دهتا را یک جای. اوهای نفس کدم جانم پدرم. مشکل ازک بلا وای زودین گلی نگفتم از پیشم نزنن کلشک یک دفعه خوردم دفعه تن سر از خوابم تاثیر کرد. کاکا بابا اون دکتر خوب برات گفت که تو باید 3 روز یا الا 4 روز استراحت کنی. و اگر تو امروز مدیر پل پلچک خواستی گفت که زیاد گپ هم نزنی این حال یک صد برای زود تشریف بتی با سر از خوابت تاثیر بکنم. من چه خود تشریف نداشتی گپ مردم هم میشیدی خون از چشم آدم جاری میشد جان پدر. یکیش میگفت که آقای بیتلنگایش قطع شده پایش من پرانده هیچ کس نه قصهش نیست پنجشش تا خوار بیادر دارم. زمستان آمد نه چوب داریم نه صندلی داریم نه زغال داریم دیگهش خیست که سرکای ما خراب از 2 سال شده کل ما را تکلیف شش و قلب گرفته. تو که میبودی بشنویدی قوت از سرت میپردی مریضی بابیت از یادت میرم جان پدر. با وجود که صحت عالی جناب ملالاور است اما وظیفه که شما با ما داده بودین عالی جناب مدیر پل پلچک قلعه بالا حاضر است. بیاردش ساعت باقی در ساعت پل پلچک فکر میکنم که مهمتر است. بیاردش مدیر پل پلچک قلعه بالا حاضر شوه. هایت 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 جناب علی مدیر پل پلچک قلعه بالا حاضر است. او بچه این مدیر پل پلچک تو لق بخوره آیا این پلا چطور لق بخوره تو که جور کنی؟ خوی از اینش گذشته اینه تو خبر داری که مردم دستو تو رسیده ببینی رسیده بسیارش میگم میگم ما رو بیخی دل ما رو زده کنه یک بل که دیگه بریم باز ماجر شویم باز به وطن شویم. میگم او رو قبول داره میگم سرکای جور رو میکنی باز 2 سال بر مردم علاش میتی بسیارش میگن که خلل دماغ داره. جناب سرکای را که ما پارسال قیر که بودیم او را یخ برد او که خراب شد ما امسال تازه جغل خواستیم. هر جغل آوردن که به اندازه کله فیل است. ما وعده میکنم که تا به سال بخیر سرکای را تو قیر کنم که یک ذرهش هم نمانه. خو خی سال به این رقم تر شد گای جغل کتا برآمد و گای قیر یخ برده. بله جناب. خیال دیگه تو را میبرم مدیر صاحب لوجستیک بشوری مردم امی تاودا بسپار برشان که تا آخر سال تمام سرک قیر میشه تا یک تو تجای نمیمانه بدون قیر. اطاعت میشه لی جناب. باز اگر نکدی باز پیش مردم باز استادت خواد کدم میره بانی. هایت 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 دوستای عزیز چطور هستین؟ خوب هستین؟ خوش شکر شکر باور بکنین که در یک ثانیه یکان 2 لک زنگ آمد که دیگه یای نکنمونی اما یک زنگ آخر مرا گرفت. خب این حال ما به این نتیجه رسیدم که باید اینمی عینک برای بی بی شیرین دوباره تسلیم شوه که او استفاده بکنه. خب باید مرا دعا میکنه دیگه حتماً. بله افزایی تر است. خب دوستای عزیز براتون باید این گپ بزنم که در این وقتا یک کم زرک در بعض نکات امی رفت آمد برق فکر میکنی در یک مشکلات پیدا و باعث از این شده که بعضی از دوستای ما امی در قسمت دیدن برنامهشان مشکل پیدا بکنن. خب نظر کوچکی ببی است که یک ذره چی میکن در قسمت نگاه کردن تلویزیون تو یک ذره توجه بکنین. ما هم نظر با گپ کاکا مجید است میانه ما گپ شده. دوستای عزیز بیاین که از قسمت 5 و 6 و 7 و چه رقمی برنامه بگذاریم
کلی برنامه را با هم ببینیم و من فکر میکنم که امیجا باید من خدافزی هم بکنم. چطور؟ ها؟ شعر برا باش خدا بکنیم شعر امیال در یادم نیست. ها؟ اما کوبیدی را خو او را بگیم برتان میگم خیلی گوش کنه. بلی دزدان هزای ام دیگرن. نه چک چک نکنی که ابزوی تو لازقه بیده باشه. بلی دزدان اعضای ام دیگرن که در زوان زدن زی یک جنگلن. به 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 کجاست مثل غالب. چو دزد به دست آرد شکار دیگر دزدارا نماند قرار. این حاله چک چک کنین هر کس که بیدار خواه میشه دزدش خلاص. بیننده های بسیار شیرین و عزیز برنامه، من فکر میکنم که بعد از دیدن بخش های دیگه ما هم شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. جور باشین، سلامت باشین، گرم باشین، صمیمی باشین. تا برنامه آینده خدا حافظتان. بیننده های عزیز برنامه با تقدیم 3-4 سلام تر و تازه دیگه خدمت هر یک شما عرض کنم که خوشبختانه در میزه گرد امروز ما با جناب مردمی صاحب، جناب مشاور صاحب قذافی که بر یک مدت بسیار زیاد لیبیا رفته بودن هم تشریف آوردن. از پرگویی میگذریم و سوالات خود شروع میکنیم که درباره فساد بسیار گسترده و اساسی در بین پسته های پیرداری کشور ما هست. جناب مردمی صاحب من نمیفهم که جناب مشاور قذافی صاحب سوال اول از اینا پرسان کنیم یا شما بر صورت خاصه اختیار داره صاحب اول از اینا پرسان میکنیم. بله جناب مشاور قذافی صاحب بسیار خوش آمدین. خوش باشین. دوباره چشم ما روشن. اینا که شما آمدین بخی مردمی صاحب هم یک ذره دمش راست میشه، اینا هم کمک میشین به اصطلاح در حل سوالات با اینا. بله اوازه در بین مردم بسیار گرم است، بسیار گرم است. حتی هم کلان عمومی شنو همی اقرار کرد که فساد بسیار به طور گسترده و اساسیش در بین پسته های پیرداری کشور ما وجود داره. بله. شما این چیز جواب دارین در این قسمت؟ تشکر. ما خود قدم اول برای تمام بیننده های برنامه تان سلام و احترام تقدیم میکنیم که خوشبختانه جور و سیدمن بازم همراهشان هستیم و زنده باشیم. ما را در لیبیا که بودیم خدا قذافی صاحب ببخشه، آمین، او برای ما گفته بود که تو دیگه مسلکت واقعیت شناسی شد. خوب. یعنی ما واقعیت نامه را مطالعه میکردیم. با می خاطر رفته بودیم؟ آه با می خاطر رفته بودیم. واقعیت نامه را مطالعه میکردیم که دفعتاً در لیبیا یک خبر پخش شد. خوب. از رسانه های خارجی. خوب. که افغانستان در فساد مقام سومه گرفته. آه. ما گفتیم با می خاطر میریم پیش نطاق جان، پیش مردمی صاحب. بله. همین مسئله را اینجا ما خو یقینم نامد. راست میگین. گفتیم ما اینجا حقیقت یابی کنیم که این مسئله راست است، دروغ است و ما خو برخلاف هستیم. مردم افغانستان فضل خدا شجاعت داره، هیچ وقتی تو در فساد نمیکنن که مقام سوم بگیره. خو فسادم نخود باشه که اول شوه یا دوم شوه. در کابل خوازه بود که اول شده، باز یک تیراد گفت دوم شده. حالا شما میگین سیوم شده به هر صورت؟ ای کلش تبلیغای دشمن است. آه. نمیخواین که ما و مردمی صاحب یک جای شویم و حقیقت یابی کنیم. راست میگین. بسیار تشکر از شما. مردمی صاحب محترم میگیم شما سر اصل گپ مشاور صاحب قذافی ارتباط داشت به فساد. من فکر نمیکنم که به او وقت باشه که افغانستان اول شده باشه. یک چلوم یا چلو یکم شاید که باشه در فساد. شاید او قدر دیگه پیش نیست. جناب مردمی صاحب بله بفرمایید. همین فساد گسترده که وجود داره در پست های پیرداری کشور ما در بله بفرمایید، این نظر شما چی است؟ آیا واقعیت داره؟ با عرض احترام و سلام خدمت هموطنان نازنین بدبخت های کره زمین. خدا نکنه سر آقای جوگ. ببینین من با کمال بروت و با کمال نیمه کاکل بله. این مسئله رد بکنم. خوب. اصلا در این مسئله نام اشتباه شده، فساد بوده چی شده؟ بله بله. در نامشتال اشتباه شده، فهمیدین؟ مثلا ایواز شین سین آوردن. خوب. که فشا شده، فهمیدین؟ بله. ایواز دال، ایواز دال، ایواز ری دال آوردن، دال آوردن. که نامشتال شده فشار ببینین اگه شما با عقل منطق با درایت کاکل مثلا نه با یا با قوت یخن مفهمید شما؟ بله. اگر زن برای شلاقنامه رو مطالعه کرده باشین در صفحه عزیز مکمل واضح آمده این مسئله. خب همین مسئله ببینید ببینید ما خود در قدم اول نظریات مشاور قذافی را اول رد میکنم با تو تایید میکنم. خب این دلیل است به تو چی دیدین با تایید کلایشون.
خودت چی تو چی دنیا نیم اگه کلون عمر خوانده باشن بله خوانده ببینین این پیردار پیردار اما پیسه نداره یک پیردار افغانی بله بله پیردار است اما پیسه دار نیست پیسه دار نیست خب پیردار است اما پیسه دار نیست چی را میخواین بیان کنی منظوری بسی است که من این گپ را رد میکنم ببینین که فساد در پست های پیرداری کشورمون حتی وجود نداره عیانن عیانن بله. اگر کدام پیرداری مثلا نه فهمیدین بله. از کدام دزداری بله. مثلا پیسه گرفته پول یا پیسه دزد وطن خود گرفته از کدام بیگانه نه نگیرسه بگن که صاحب مثلا قاچاقبر یا هر خاین دیگه باشه دزد پیسه میگیرن پس اعلام میکنن ببینیم من والا بعضی وقتا تاسف یا اندیوالای خود در پیرکدی خود میاره اتو گپا ببینیم ما بعضی وقتا تاسف میکنیم که از این ملک هستیم همین ملت بیچاره سر ما اعتبار کرده بله توجی شده نه همین ملت سر ما مصرف کرده چرا از منطق خود کار نگیریم از صداقت خود کار نگیریم از وجدان خود کار نگیریم هدف شما جناب مردمی شبی است یا نه اگر بعضی از پیردارای ما دزام گرفتن پس اعلام کردن یا قاچاق برام گرفتن پس اعلام کردن بله بله. از وطن خود اعلام کردن کدام دز خارجی اعلام نکردن باز هدف شما هم بله بله باز بعضی از پیردارای ما که میگیره ما پیردار نمره خوندیم که چندین پیردار صحبت تی او بچا امیل که پیسه را گفتی چی منظور بود بسیار عالی مثلا دلیل منطقی گفت بله و ما گفت ببینین ما الهام از پیردارای خارجی گرفتیم خب تو چی دنیه مثلا خارج یک سالا برای پیردار خود میده میگه برو فهمید خود جور کو خود جور کو پول بگی مثلا برای خود تانگ جور کنید برای خود تانگ تانگ بخر فکر ترس بله. برای خود دوربین های بگه بخر که شب روز یک لنگ میبینیم تو چی برای خودشان خریدن بله بله و خودشان خریدن عظمی همین پیرداری خارج عظمی آید پیرداری خب فهمیدی اینو می تانگ هم خریده اونم دوربین هم خریده اونم زانوبند اون زانوش کسی که ما دیگه فهمیدی یارا خریده اینا من فکر میکنم یک کنیش یک جفنگیات هست این من رد میکنم کاملا رد میکنم تنها نیست مشاور قذافی در مقابل بس مثلا من مثلا جدا رد میکنم آقای مردمی ما خودم کل گپای شما را بی خیر رد میکنیم بله ما قواخ که مسافر بودیم ما گفتیم برو خیر شما حقیقت یابی کردین کل مسئله را میفهمین راست میگی ما که میبینیم هیچ چیزا نمیفهمن میخوین حالا مردم میگن که فساد در پستخانه پیرداری وجود داره اما این با کمال برود رد کرد که بگن نداره این خب جرم میشه حس کنین وقتی که اوا سر چوا امی پیردار با آتش و با بخاری ضرورت داره یا نداره داره وقتی که نباشه خو مجبور است که یک چند و پازوس و ازوس و ازیس و ایسویس و خودا گرم کنه خب بیبینیم خب امیره میگن هی ببینین آقای نتاجان میگه که پیسه میگیره کم میگیره کم میگیره آقا یک چیز خوب او مشاور قذافی ببینین من برات جواب میدم نتاجان ما رو جنگ ننداز جنگ نمندازم ببینین ما برش هشدار میدم که از اگر واقعیت نگویی از لوبیا آمدی لوبیا تباه کنه نه او را خب انشاءالله خدا نکنه سعی کنین شما اجازه بدین کسی که از لوبیا آمده باشه و اگر دا اینده صحیح حقیقت یابی نکدی لوبیا ایتا چی ایسای کو که اینده نه خودتا ما میگم با حقیقت یابی نکدی نه من یقین کامل دارم هموطنان عزیز که احساسات مردمی سای و احساسات مشاور قذافی سای از وطن پرستی است از دوستی است بله اینا از یک طرف خو از اصل گپ دور نریم مگم این جواب شما من فکر نکنم که مردم قناعت کنه کدام جواب دگام دارین در ببینید ما با کمال برود با کمال افتخار با کمال دانش که دارم بله بله این نظر خودت تایید میکنم این می نظر مرا کل مردم تایید کرده رئیس اسرار تایید نظر دیگه‌ام دارین یعنی تایید کرده ببینید بله ببینید رئیس اسرار تایید کرده مجیدی صاحب تایید کرده کل جهان نظریات مرا تایید کرده گفت آقای مردمی درست میگه بله کدام نظر دیگه‌ام در این مورد دارین یعنی که فساد در پست های پیره‌داری با وجود داره یا نداره به شکل بسیار گسترده ببینید من به طور خلاص بس میگم اگر پیردار ما از کدام خارجی رشوت گرفته خیانت است در خیانت نامه بیت آمده بله بله ببینید از کدام بیگانه است کدام قاچاقبر بیگانه را گرفته ببینید دوست رها کرده ما واژه خوانده مثلا دوست رها کرده دوست رها کرده یعنی هدف شما ایست که کو به کو نمیرسه آدم به آدم میرسه فای خیر ببینی اگه امروز او پیردار او دوز اعلام کرد سبا روز او پیردار ای خیر ببینی یعنی شما میگین در پوسته های پیرداری ما یک نوع اتفاق موجود است امیر میخواییم به مردم بگوییم بله بله خوب. مثلا آقای فامیده نافام است نافام اعلام میکنه متوجه شده یا نه نافام شما خودتان هستید خواهی پیردار های ما قومت میکنید پیردار های ما وطن دوست است هیچ وقت یک روپا مرام در جیب خود نمیگذارم اما از این
فهمیده میشه که شما خودتان همراه بازی اوسو مردم ها دست داری. اگه بگرام اگه در جیب خودم کنه علال در جیب خود میکنه. علال؟ علال در جیب خود میکنه. علال در جیب خود میکنه. کدام کسی را دیدی در وطن ما آرام در جیب خود نکنه. وقت ما پوره از جناب مشاور صاحب قذافی. ما امیدوار هستم که در میزای گردی آینده صحبت ها را یک ذره مفصل تر بگیریم. حال فرصت کم است. یک سوال در آخر از شما دارم جناب مردمی صاحب. یک کتاب شما ما در روزنامه خبر شدیم که تازه به چاپ رسیده به نام موتاد بیزتی. یک جواب کوتاه برای بیننده عزیز ما بدین و اگه وقت ما کم است که اونجا یک شیر چای به افتخار مشاور صاحب قذافی داود دفتر جور کردیم. ببین مثلا یک نمونه خوردش ای است که مثلا بعضی از دوستای ما نامش نمیگیریم. نامش نمیگیریم مثلا بله؟ نه هستی هیچ نگاهی ربطی به هنر موسیقی نداره. بله مفهمی داره. بله خدای نخواسته مثل که مگز دگیر دی گوهر میگرد دی جان میکنه. خب هدفتان منظوری به یست که اونا فاقد ارن و صفات هنری هستن. خوب. اما خود در چشم موسیقی زدن. خب یعنی اینا یک نوی از موتات موتات دوزن بعد کوچکیش میگه نخوان. فامیلش میگه نخوان. مایک دادانش میزنه که بس. خب اما میخوانه. نه هدف من این بود که کتاب شما در مورد موتات. خب هر صورت خیلی باشه دوباره از اینکه فرصت کم است بازی در دیگر برنامه. جناب مشاور صاحب قذافی داود دفتر همکارای ما به افتخار شما که تازه از لیبیا آمدین در کشور بخیر. بله. و بعد از این در میزای گرد ما تشریف دارین به سوالات هموطنان ما جواب خود دادین. انشالله. یک شیر چای برای شما تهیه کرده بریم بخیر. یک سوال از ترس مشاور قذافی از ما مطرح نکردین که هو عدم تولیدات ملی بود. ما از خاطر که فرصت کم است. خواه بفرمایید جناب. شما لطف کردین مردمی سه پیش همین دیگه. نه شما پیش همین. گرچه که ما خلاف نظریات تستیم اما بازم رفیق سابقی مستی پشت دق شده بودیم. برین که نتاق جان شیرچای تیار کردن. دخیر اگر شما تا یک دخیر دیگه شما پیش نشین من که ایتان کار دارم دیگه اصلی سرم. دخیر یک دعا میکنیم الهی یک آرامی بخیر یک فساد گم شدن بخیر دهی کشور. الهی از این بدبختی فسادی که ما را فسادی ها خطاب میکنن نجات بده. آمین آمین آمین. بریم بخیر. خدا را پرده سیاسر شیاری شما را کنیم. آمین. بسیار ببخشید که ما یک جا کار دارم اگر ایجاد که ایتان میکنم. خواهش میکنم. شیرچای در انتظار شما از بفرمایید.